در همین ارتباط آرش علایی از کنگره آمریکا همراه ما هستش. آرش، آقای سالیوان با چندین تن از اعضای ارشد حزب کمونیست چین در پکن دیدار کرده، گفتگو کرده. هدف اصلی کاخ سفید از فرستادن مشاور ارشدش به پکن چه بوده؟ ببین، در طول 3 سال که دولت بایدن، 3.5 سالی که در واشنگتن به قدرت رسیده، روابطش با چین روابط پرتلاطمی بوده است. هیچ وقت نزدیک نبوده، خیلی تنش داشتن با هم دیگر دو کشور، به خصوص بر سر مسئله تایوان. مطبوعات پشت سر هم از رئیس جمهوری آمریکا در این مورد میپرسن و از رئیس جمهوری چین، پاسخ چینی ها این است که سیاست چین واحد رو تعقیب میکنن و از نظر اونها تایوان بخش جدا ناپذیر از چین کمونیست است. از اون ور آمریکا میگوید که سیاستش تغییر نکرده است در قبال چین. اما یادمون هست که آقای بایدن یک بار بعضی ها گفتن گاف داده است، ولی بعضی ها هم گفتن این چیزی بودی که آقای بایدن مدت ها تعقیب میکرده در مورد این که اگر چین به تایوان حمله نظامی بکند، ایالات متحده از تایوان دفاع خواهد کرد. آقای جک سالیوان برای اولین بار هست که در قامت مشاور ارشد امنیت ملی با شی جینگ پینگ دیدار میکند، به خاطر که یکی از افرادی است آقای جک سالیوان که اتفاقا نظرات بسیار شدیدی در برابر چین دارد در حزب دموکرات. ایشون فردی است که مدت‌ها مخالف سیاست‌های قبلی دموکرات‌ها بود در مقابل چین و میگفت اینکه فقط دو طرف با همدیگر گفتگو کنند برای اینکه گفتگو کرده باشند به پایان رسیده است. آقای جک سالیوان قبل از اینکه مشاور ارشد امنیت ملی هم بشود، مقاله‌ای در فارین پالیسی نوشت و تشریح کرد فشار آوردن به چین رو از طریق اقتصادی و همچنین مسائلی که مربوط می شود به فرستادن برخی از ماده های مخدر به آمریکا، مثل فنتانیل. یک ماده جدیدی است تقریبا در بازار آمریکا، تعداد زیادی از جوانان رو می کشد. ماده است که مقدار بسیار کمش بسیار سمی است و شواهد نشون میدهد بیشتر این ماده در آمریکا از چین میاد، تولید میشود. چینی ها میگویند جلوی فنتانیل رو میگیرند. مطبوعات آمریکا میگویند شرکت های چینی دارن خیلی از این کارخانه های تولید فنتانیل رو میارن در مکزیک یا در گواتمالا در نزدیکی خاک آمریکا، که دیگه چینی ها مسئولیتی نداشته باشند. به هر جهت آقای جک سالیوان 3 روز بود که در پکن بود. این دیدار همونجور که شما گفتی با شی جینگ پینگ از قبل اعلام نشده بود، قرار نبود که دو طرف با هم دیگر ملاقات داشته باشند. با چند نفر از اعضای ارشد حزب کمونیست دیدار کرد، چندین بار با آقای وانگوی وزیر امور خارجه دیدار کرد و بعد از اون به نظر می آید بعد از این مذاکرات و گفتگوهای طولانی که جک سالیوان داشته است، مقامات حزب کمونیست چین در نهایت او رو سوق دادن به سمت شی جینگ پینگ و آقای جک سالیوان قبول کرده است که با ایشون هم دیدار داشته باشد. آیا به این معنی است که تنش‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ باید در طول چند روز آینده ببینیم لحن کاخ سفید و پکن چه خواهد بود. بله، ممنونم از تو همکارم آرش علایی که همراه ما بودی.